سلام، توی جلسه گذشته در مورد مقدمات عددهای گویا با همدیگه صحبت کردیم. توی این جلسه میخوایم محاسبات مربوط به عدد گویا رو با همدیگه مرور بکنیم. جمع و تفریقشون، ضرب و تقسیمشون، قاعده دورها و نزدیکها رو توی این جلسه خواهیم داشت. محاسبات چون زیاد هستش، نیاز هستش که تمرین زیادی روی این مبحث داشته باشید. خب بریم با هم. تو این بحث ما ابتدا میخواییم جمع و تفریق رو بگیم توی دو حالتی که مخرج ها برابر باشن و مخرج ها برابر نباشن. ضرب رو خواهیم گفت، تقسیم رو خواهیم گفت، میگیم که تقسیم رو به ضرب میتونیم تبدیل بکنیم. قاعده دورها و نزدیک ها شاید به گوشتون خورده باشه، قاعده دور در دور و نزدیک در نزدیک، که حالا به نام قاعده دورها و نزدیک ها داریم میگیم، و همچنین یه سری محاسبات خاص هم مربوط به عدد گویا خواهیم داشت. خب شروع بکنیم با جمع و تفریق. حالتی که مخرج ها مساوی هستن، تو حالتی که مخرج ها مساوی هستن، خب مثلا این نمونه، ما ابتدا باید مختصر نویسی انجام بدیم. مختصر نویسی یعنی این که علامت هایی که پشت سر هم دیگه هستن رو سادهش بکنیم، به یه علامت تبدیلش بکنیم. قاعدهش مثل ضرب و تقسیم میمونه، یعنی به تعداد منفی ها بستگی داره. وقتی که یه دونه منفی اینجا میبینید، حاصل منفی هستش. پس ما اینجا در واقع داریم 3/2 منهای 5/2. خب مخرج ها یکسانه، مخرج رو مینویسیم، صورت ها رو از همدیگه کم میکنیم، 3 منهای 5 میشه منفی 2. حالا این منفی گفتم پشت کسر یا پشت این من، پشت این دو فرقی نداره. پس جواب برابر میشه با منفی 1. روی محور هم بخوایم توضیح بدیم، این هستش که ابتدا مثبت 3/2، 3/2 بعداریم جلو و بعد 5/2 برگردیم عقب، که برمیگردیم رو نقطه منفی 1. مثال بعد، منفی 5/3 به علاوه مثبت 13/3. خب اینجا دو تا علامت مشابه پشت سر هم دیگه قرار گرفتن، حاصل مثبت خواهد شد. پس مثل میمونه که ما اینجا جمع میخوایم بکنیم، 3 که مخرج یکسان هستش رو مینویسیم، توی صورت داریم منفی 5 به علاوه 13، جواب میشه 8. و این رو محور هم نمایش دادیم، ابتدا 5/3 عقب اومدیم و بعد 13/3 رفتیم جلو، به نقطه 8/3 یا 2/2 میرسیم. تو حالتی که مخرج مساویه ما مشکل خاصی نداریم، اما اگر مخرج ها مساوی نباشه ما باید مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک بهتره که میمیم مخرج ها باشه. چرا میگم بهتره؟ بعضی از بچه‌ها که حوصله ندارن مخرج مشترک به این ترتیب بگیرن، میان مخرج‌ها رو تو هم ضرب میکنن. غلط نیست این کار، اما در بسیاری از موارد کار شما رو سخت میکنه. عددها انقدر بزرگ میشه که محاسبات برای شما دشوار هستش. ما توصیه میکنیم که مسلط بشید روی اینی که کمیمیم پیدا بکنید. خب کمیمیم چجوری به دست میومد؟ یه یادآوری بکنیم. روش اول، اگه من دو تا عدد داشته باشم، مثلا 18 12، میخوام کمیمیم اینها رو پیدا بکنم. کاری که میکنم این هستش، عدد بزرگه رو در نظر میگیرم، مضربای طبیعیشو مینویسم، 1 18 تا، 2 تا 18 تا، 3 تا 18 تا الی آخر. اولین عددی که به اون عدد کوچیکم بخش پذیر باشه میشه کمیمیم. برای خودتون مثال بزنید، دو تا عدد بنویسید، مضربای عدد بزرگه رو بنویسید، هر کدوم اولیش که به عدد کوچیک بخش پذیر بود کمیمی میشه. پس کمیمی 12 و 18 میشه 36. یعنی من اگه دو تا کسر داشتم، مخرج یکی بود 18، مخرج یکی بود 12، مخرج مشترکشون عدد 36 خواهد بود، که 3 برابر 12 و 2 برابر 18 هستش. این روش اول. تو عددهای کوچیکتر ما معمولا این قاعده رو استفاده میکنیم، سریع تو ذهنمون حساب میکنیم. اما اگه عدد بزرگ باشه ما چاره‌ای نداریم جز اینی که عددها رو ابتدا تجزیه بکنیم. بعد از اینکه تجزیه کردیم، بیایم از اون قاعده عامل‌های مشترک و غیر مشترک و توانای بزرگتر استفاده بکنیم. یعنی فرض کنید که من میخوام کمیمیم 54 و 40 رو به دست بیارم. ابتدا اومدم اینها رو تجزیهش کردم. کمیمیم اینها، همه عاملها رو باید بنویسم با این دقت که عاملهای مشترک یک بار نوشته میشه.
یعنی بین دو و دو به توان سه من فقط یه بار دو رو می نویسم، اما با توانی بزرگتر. پس سه به توان سه که خودشه، پنجم که خودش هستش، بین دو و دو به توان سه یه بار دو رو می نویسم اما توان بزرگتر اختیار می کنم. بنابراین که میم که همون مخرج مشترک توی این بحث ما هستش، دو به توان سه، سه به توان سه ضرب در پنج میشه 1080. یعنی اگر دو تا کسر داشتم اینها مخرجش بود، مخرج مشترک مناسبم عدد 1080 خواهد بود یا بزرگتر از اون، که خب محاسبات رو سخت میکنه. خب مثلا رو دقت میکنین، الان اینجا این عبارت رو ما داده و از ما خواسته که جمع بکنیم. من بعد بیام بین 22 و 33 مخرج مشترک بگیرم، سریع تو ذهنم مضربای 33 رو میارم، اولیش خودشه، مضرب بعدیش میشه 66. 66 به 22 بخش وزیر هست، 3 برابر 22، پس مخرج مشترک هم میشه 66. چیکار میکنم؟ میگم 22 3 برابر شده، صورتش هم 3 برابر میکنم. 33 2 برابر شده، صورتش هم 2 برابر میکنم. اینا رو با هم دیگه جمع و تفریقش رو که انجام بدیم، حاصل برابر با منفی 1/6. یادمون باشه کسر باید ساده بشود، ساده نکنی 25 صدم نمیگیرید از من گفتن. کسر رو سادهش میکنیم. مثال بعدی، بین 8 و 12 با همون توضیحات مخرج مشترک 24 میگیریم، یعنی مضربای 12، اولیش 12 دومیش 24، 24 به 8 بخش پذیر هستش. به همون ترتیب صورت ها رو تغییر میدیم، جمع و منها رو انجام میدیم. کسر دیگه ساده نمیشه، پس جواب به همین ترتیب. نمونه بعد، منفی 3 منهای 5 هفتم. ما اینجا کاری که میتونیم بکنیم، یه راهش این هستش، بگیم با توضیحی که قبلا دادیم، این نمایش عدد مخلوط بود تو حالتی که پشتش منها باشه، یعنی این در واقع 3 و 5 هفتمه که یه منفی پشتشه، قرینه 3 و 5 هفتم. خب 3 و 5 هفتم رو بلدم چجوری پیدا بکنم؟ یه منفی پشتش. اگر کسی این مطلب رو یادش رفته، باید جلسه گذشته رو یه مرور بکنه، اونجا که عدد مخلوط رو توضیح میدادیم این نکته رو اونجا بهش اشاره کردیم. نمونه بعد، دو تا عدد مخلوط دارم. خب یه کاری که میتونم بکنم این هستش که هر کدوم از اینها رو ابتدا به کسر تبدیل بکنم و بعد با استفاده از قاعده ای که گفتیم، مخرج مشترک 7 و 5 با تجربه اینی که اینها اصطلاحاً نسبت به هم اولن، کمیمیمشون حاصل ضربشون هست 35، و یا با قاعده های قبل، یعنی مضربه رو در نظر بگیرید یا اون قاعده ای که گفتیم برای کمیمیم استفاده بکنید، این اعداد به دست میاد و با هم جمع کردیم جواب مشخص شد. خب دقت بکنید که ما قاعده ای که در مورد دارایی بدهی گفتیم، در محاسبات اعداد اعشاری که نوع عدد گویا هستن استفاده میشه. بعضی از بچه ها تعمد دارن که اینا رو به کسر تبدیل بکنن و بعد مخرج مشترک بگیرن. خب این خود درد سر داره. شما میتونید همینجا این اعداد عادی اینا رو زیر همدیگه بنویسید، جمع منهاشو انجام بدید، یه رقم اعشار یه رقم اعشار. خب همون نکته هم هستش، 13.4 دارایی داره، 15.1 بدهی داره. خب بدهیش بیشتره، پس جواب منفی خواهد شد. مثل این میمونه که شما 15.1 منهای 13.4 بکنید 1.7، منتها چون بدهیش غالبه جواب منفی خواهد شد. تو نمونه بعد، هر دوتاش بدهیه، پس جواب قطعا منفیه. بدهی ها با همدیگه جمع میشن 8.6. من تو نمونه بعد اینجا دقت بکنید، دو رقم اعشار داره، این عدد یک رقم اعشار. خب وقتی ما اینا رو زیر هم میخوایم بنویسیم، بعد تعداد ارقام اعشارش یکی باشه. 3.1 اگر صفر بیاد جلوش قرار بگیره، حاصلش تفاوتی نمیکنه. پس انگار که من دارم 531 رو منهای 310 میکنم، جواب میشه 221. دو رقم هم اعشار داره، میشه 2.21. اما این نمونه، ببینید خودتون میتونید حل بکنید. گفته این عبارت رو سادش بکن تا اونجا که میشه، کسره، اما کسریه که به شکل عبارت جبری هستش. اصلا به اینا میگن عبارت های گویا. خب
تو این مورد هم عادی من عمل میکنم. یعنی شما فرض کنید این ایکس نبود، اینا نبودن، این ایگرگ و اینها نبودن، خب شما چیکار میکردید؟ میومدید بین اینها مخرج مشترک میگرفتید. اینجا هم همین کار میکنیم، مثل عددهای گویا مخرج مشترک میگیریم بین 2, 3, 5 و 4. خب مخرج مشترک 2 و 4 که خود 4 هستش، 4 و 5 مخرج مشترکش 20 هستش، 20 و 3 هم مخرج مشترکش 60. پس مخرج مشترک 60 میگیرم و صورت ها تغییر میکنه. الان میگم 2 30 برابر شده، 3x هم 30 برابرش میکنم، میشه 90x. بقیه هم به همین ترتیب موقع جمع منها x ها با هم دیگه، پس 90 به علاوه 12 خواهد شد 102، اینجا x به علاوه حاصل این دوتا هم برابر هستش با 25y. پس عبارت ما میشه 102x به علاوه 25y بر روی 60. جمع و تفریق رو گفتیم، اما در مورد ضرب، توی ضرب عدد گویا صورت ها تو هم ضرب میشن، مخرج ها هم تو هم دیگه ضرب میشن. نکته ای که باید دقت بکنید این هستش که اگر میشد ابتدا ساده بکنید، همه صورت ها با همه مخرج ها قابلیت ساده شدن داره. اول ساده بکنید بعد ضرب رو انجام بدید. پس اگر چنین نمونه ای ما داشتیم اینجا، بدترین راه چیه؟ 8 تو 75 ضرب بکنم، اینم ضرب بکنم، یه سری عددهای بزرگ بسازم، بعد حالا اونا رو میخوام ساده بکنم، بعد میرم سوال بعد. به جای اینکه این کارو بکنم، ابتدا میام اینجا ساده میکنم. مثلا میام میگم که این 8 با 48 ساده میشه، میشه 6، اونجا هم که میشه 1. 25 و 75 هم با هم دیگه ساده میشن، این میشه 1 75 میشه 3. پس تو صورتی 3 دارم، تو مخرج 6 دارم، جواب میشه 1/2. پس به جای اینکه اون راه سخت رو انتخاب بکنم، این راه ساده تر. ابتدا ساده کنید لطفاً، یادتون میره بعضیاتون. خب مثال بعدی، اینجا هم به همین ترتیب گفتیم ابتدا تو ضرب و تقسیم تعیین علامت میکنیم، دوتا منفی هستش، جواب مثبت میشه. همه این عددها توی صورت هستند، 3 و 10 و 18، و همه این عددها تو مخرج هستند. دوباره همون قاعده، لطفاً ساده کنید. به جای اینکه 3 رو تو 10 ضرب بکنید 30، 30 رو تو 18 ضرب بکنید 540، مخرج هم ضرب کنید بشه 540، تا بفهمید اینا برابرند، بعد تو ضربش اگه اشتباه نکنیم، خب به جای این کار بیاید ساده کنید. برکلا ساده که بکنید، جواب برابر با 1 خواهد شد. خب تقسیم عدد گویا، ضرب رو گفتیم، اما تقسیم، تو تقسیم ما ابتدا میایم کسر دوم که مثلا بهش میگیم محصون علیه رو معکوسش میکنیم، علامت تقسیم رو به ضرب تبدیل میکنیم. حالا یه ضرب داریم، خب ضرب رو انجام میدیم. پس خیلی ساده ببینید، مثلا این تقسیم رو به ما داده، ما میایم کسر دوم رو معکوس میکنیم، علامت تقسیم رو هم به ضرب تبدیل میکنیم. حالا انگار یه ضرب دارم، ضرب رو هم که توضیح دادیم، ابتدا ساده میکنیم، الان مثلا اینا به 6 ساده میشن، اینا به 7 ساده میشن، و بعد ضرب رو انجام میدیم، حاصل برابر با 7/30. یا مثلا تو نمونه دیگه این تقسیم، خب گفتیم که تو تقسیم و ضرب ابتدا تعیین علامت میکنیم، 3 منفی داریم چون تعدادش فرده، جواب منفی خواهد بود. بعدم این تقسیم به ضرب تبدیل شد، کسر دوم معکوس شد، مجددا ساده میکنیم، 8 با 24 ساده میشه، جواب میشه منفی 25/3، به شکل عدد مخلوط هم میشه نمایش داد. اما قاعده دورها و نزدیکها، ببینید ما اگر یه چنین کسری داشته باشیم که هم صورتش و هم مخرجش خودش دوباره عدد گویا باشه، خب این کسر به شکل این تقسیم میتونه نوشته بشه، یعنی 2/3 تقسیم بر 4/5. با توضیحی که دادیم، تقسیم رو به ضرب تبدیل میکنیم، کسر دوم رو معکوس میکنیم، جواب رو پیدا کردیم 10/12. خب اگر شما اینجا دقت بکنید، این مثل این میمونه که من این 2 رو تو این 5 ضرب کرده باشم،
بهش میگن دورها. و بعدم 3 و 4 تو هم ضرب کرده باشم تو مخرج نوشته باشم نزدیک ها. به این جهت به این اصطلاح میگن قاعده دورها و نزدیک ها. پس تو اینجا وقتی که ما یه عدد گویا رو به یه عدد گویای دیگه تقسیم کردیم، میتونیم ابتدا اون رو به این مدل تقسیم تبدیل بکنیم، تقسیم رو به ضرب تبدیل بکنیم، از این قاعده استفاده کنیم. پس یه راهش این تقسیم، این مسیر طولانیه، یه راهش اینه که شما اصلا این دو مرحله رو کنار بذارید، یه ضرب از قاعده استفاده کنید، جواب پیدا کنید. چجوری؟ دورها توی هم ضرب میشن در صورت نوشته میشن، نزدیک ها توی هم ضرب میشن توی مخرج نوشته میشن. پس حاصل ضرب دورها در صورت، حاصل ضرب نزدیک ها در مخرج. نکته بعدی این هستش که ما میتونیم صورت ها رو با هم و مخرج ها رو هم با هم دیگه ساده بکنیم. یعنی من میتونم ابتدا 8 رو با 16 ساده بکنم، به 8 ساده میشه، میشه 1 و 2. مخرج ها رو هم میتونم با هم ساده بکنم، به 11 ساده میشه 3 و 1. دور در دور، نزدیک در نزدیک، حالا میشه 1/6. پس میشه قبل از اینی که ما اون ضربش رو انجام بدیم ابتدا ساده بکنیم، بعد حاصل رو به دست بیاریم. جواب برابر با 1/6 هستش. ببینید ما میتونیم توی این قاعده، شما گفتیم حالتی رو داریم توضیح میدیم که صورت و مخرج یکی از خودش یه عدد گویا باشه. میتونه صورت یا مخرج حتی عدد صحیح باشه. خب ما ابتدا این عدد صحیح رو به یه عدد گویا تبدیلش میکنیم و بعد همون قاعده رو استفاده خواهیم کرد. ما اینجا ابتدا 3 و 9 ساده کردیم و بعد قاعده دورها و نزدیکها رو استفاده کردیم. یک کسر مرکب به این ترتیب به ما داده و از ما حاصلش رو خواسته. لطف بکنید این رو خودتون حل بکنید و کامل، یعنی کمتر ذهنی انجام بدید. بذارید مسیر حل رو بنویسید داشته باشید و بعد مسیر حلتون رو با مسیر حل ما چک بکنید که احیانا اگر اشکالی هم توی کار هست بدونید که تو کدوم مرحله دارید اشتباه میکنید که دفعه دیگه مرتکب نشید. تو راهبردهای حل مسئله مفهومی داشتیم به نام تبدیل مسئله به زیر مسئله. الان در واقع این سوال رو اگر دقت بکنیم، هر کدوم از این اجزایش برای خودش یه دونه مسئله کوچیک هستش. شما معمولا توی این مسئله های کوچیک خطاهای محاسباتیتون کمه، وقتی اینا ترکیب میشه با هم دیگه خطا میره بالا. اما شما بیاید این رو 4 تا مسئله ببینید، حاصل این، حاصل این، این و این. خب دونه دونه اینا رو پیدا کردم، 1 منهای حاصل این رو پیدا کردم شده -1/2، شما هم انجام بدید. حاصل این رو پیدا کردم 5/2، به همین ترتیب. خب حالا اینجا میتونم از قاعده دورها و نزدیکها استفاده کنم، اینجا هم میتونم همین کار بکنم. پس توی مرحله بعد اینجا قاعده رو استفاده کردم، شده -1/5، مخرج ها با هم دیگه ساده شدن. خب اینجا هم دور ساده بکنیم. توی اینجا هم به همین ترتیب مخرج ها با هم دیگه ساده شدن، خود 2 و 4 هم البته با هم دیگه ساده میشن، میشن 1/2. پس صورت شده 1 منهای -1/5 و مخرج هم شده 1/2 منهای 1. ببینید این کسری که این همه عدد بود با یه مرحله دو مرحله کار ما خیلی سادهش کردیم. مجدد اینجا یه کسر ساده داریم. قطعا اگر این سوال به شما بدن میگید چقدر سوال ساده ای، همین هی گسترش پیدا کرده شده این مسئله خلاصه هیولا. اما ساده هستش، هر کدوم از اینا به راحتی قابل محاسبه است. خب هر کدوم از اینا رو هم پیدا کردیم، 1 منهای -1/5 شده 6/5، مخرج هم به همین ترتیب. و مجدد ببینید چندین بار ما این دورها و نزدیکا رو استفاده کردیم، پس جواب برابر میشه با -12/5. هم میتونیم به شکل عدد مخلوط بنویسیم، تو این حالت خاص عدد اشاری بنویسیم. خود جواب -12/5 هم قابل قبول هستش. باز نمونه دیگه، 2 به علاوه 1/2. ما از اینجا حل رو شروع میکنیم،
ابتدا حاصل اینو پیدا کنیم، باز دوباره مسئله رو میخوام تبدیل بکنم به زیر مسئله. خودتون انجام بدید. ابتدا اینو حساب کنید، یک بر روی این گفتی مفهوم معکوس داره الی آخر. خب من اومدم ابتدا دو و یک دوم رو با هم جمع کردم، شده پنج دوم. یک بر روی این یعنی معکوس پنج دوم، میشه دو پنجم. پس الان یک بر روی این کل اینجا شد دو پنجم. حالا دو به علاوه دو پنجم، دو به علاوه دو پنجم شده دوازده پنجم. دوباره یک بر روی اون میشه معکوسش، میشه پنج دوازدهم. پس در انتها دو به علاوه پنج دوازدهم. اینا رو با هم دیگه حاصلش رو پیدا میکنیم، کاملا مشخص هستش. خب چرا اینو تو این بحث دورها و نزدیک ها آوردیم؟ چون اون نکته ای که در گذشته گفتیم که یک بر روی این عدد میشه معکوس این عدد، به کمک قاعده دورها و نزدیک ها هم قابل توضیح دادن هستش. یعنی وقتی شما دارید یک بر روی پنج دوم، در واقع هستش یک یکم بر روی پنج دوم. یه توضیح بدم براتون. ببینید مثلا ما داریم یک بر روی پنج دوم، من میتونم این یک عدد صحیح رو به شکل یک یکم بنویسم، بر روی پنج دوم، دور در دور، نزدیک در نزدیک، که برابر میشه با دو پنجم. پس هم میتونیم با اون مفهوم که یک بر روی پنج دوم میشه معکوس پنج دوم دو پنجم، و هم به کمک قاعده دورها و نزدیک ها میتونیم حاصل رو به دست بیاریم. بسیار خوب. مثال های بعد گفتیم با رعایت اولویت عملیاتی. تو جلسه گذشته اولویت عملیاتی رو توضیح دادیم. همون بحث در عدد گویا هم هست. ما باید به پرانتزا توجه بکنیم ابتدا. تو اعمال هم ابتدا توان و جذر، بعد ضرب و تقسیم، بعد جمع و تفریق. خب توی این نمونه من تا زمانی که ضرب دارم نمیتونم جمع بکنم. خیلی از بچه ها اشتباه میکنن، سریع این دوتا رو با هم جمع میکنن. ابتدا باید این ضرب انجام بشه. پس ضرب رو انجام میدم، سه بیستم، یک چهارم، حالا با سه بیستم جمع میشه، حاصل به دست میاد که برابر شده با هشت بیستم یا دو پنجم. تو نمونه بعد این جذر رو دارم. این جذر این پرانتز عمل میکنه. سال گذشته این رو خوندی، این پرانتز عمل میکنه. یعنی من ابتدا باید حاصل اینها رو به دست بیارم و بعد از حاصلش جذر بگیرم. اونجا خوندید که نمیتونیم اینا رو تک تک ازشون جذر بگیریم. پس من ابتدا جواب رو پیدا میکنم که میشه 25 25 هم. یه جمع ساده هستش و حاصل اینم که برابر با یک هستش، رادیکال یک برابر با یک خواهد شد. اما اینجا خب ابتدا من باید پرانتز دارم. گفتیم عملیات داخل پرانتز مقدم هستش به عملیات خارج پرانتز. پس من ابتدا داخل پرانتز رو باید حساب بکنم که برابر میشه با ده منهای سه پونزده هم هفت پونزده هم. یه منفی پشتش داره. پس این عدد منفی و این عدد مثبت رو با هم جمع میکنم و حاصلش رو به دست میارم بعد از ساده کردن. گفتیم هر ساده کردن یه 25 صدم تای سوال دارد. بسیار خوب. اما مثال بعدی ما دو تا عدد به ما داده و از ما خواسته که این دو تا عدد رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. خب چیکار بکنیم؟ برای این کار من ابتدا اومدم این کسر اول رو ساده می شده، سادش کردم، شده منفی 7 کسر دومم که کسر دومم که 182 به منفی 286 هستش، این کسر هم قابلیت ساده شدن داره. ابتدا به 2 ساده کردم صورت و مخرج رو و بعد این دوتا رو به 13 ساده کردم، شده منفی 7/11. خب من با دو تا عدد مواجه هستم، منفی 7/9، منفی 7/11. میخوام ببینم که کدوم یکی از اینها بزرگتر هستش. ابتدا منفیاشو کنار بذارید. ما این قاعده رو داشتیم که دو تا کسری که با همدیگه برابر هستند
اگر دو تا کسری که صورت‌هاشون با هم دیگه برابر هستند، اون کسری بزرگتره که مخرجش کوچیک‌تره. یعنی در واقع شما یه کیک در نظر بگیرید، 9 قسمتش بکنیم 7شو برداریم، یا اینکه 11 قسمتش کنیم، یعنی قطعه‌ای کوچیک‌تر تبدیل بکنیم 7شو برداریم، کدوم بیشتر بهمون میرسه؟ قاعدتاً توی این وضعیت به ما بیشتر میرسه. اما پس این عدد بزرگتره، اما چون منفیه داستان برعکس میشه. یعنی وقتی عدد 3 از عدد 2 بزرگتره، این اگر منفی بگیرن منفی 3 و منفی 2، حالا منفی 2 بزرگتر خواهد بود. پس ما ابتدا منفی ها رو کنار گذاشتیم، 7 نهم بزرگتر از 7 یازدهمه، اما چون منفی گرفتن برعکس میشه، منفی 7 یازدهم بزرگتر از منفی 7 نهم خواهد بود. خب مثال بعد گفته عددی رو پیدا بکنیم که اگر به صورت و مخرج این اضافه بکنیم حاصل بشه 3/4. یه معادله سازی هستش، ببینم چیکار باید بکنم. یه عددی که به صورت و مخرج اگر اضافه بکنم، به صورت و مخرج x اضافه کردم، برابر بشه با 3/4. خب تساوی دو تا کسر، طرفین وسطین، طرفین وسطین انجام میدم، 4 رو توی این ضرب میکنم، 3 رو توی این ضرب میکنم، بقیهش دیگه عملیات هستش. 4 و 3 پخش میشن توی پرانتزها، مجهولا یه طرف، معلوما یه طرف، x برابر میشه با منفی 4. پس اگر عدد منفی 4 به صورت و مخرج این اضافه بکنم، حاصلش برابر با 3/4 خواهد بود. توی این مثال میخوایم حاصل رو به دست بیاریم. در واقع عددهایی که الان اینجا هستن با همدیگه تشکیل یه سری دارن میدن، یه سری اعداد هستن، یا حالا به نوعی مثلا یه دنباله از اعداد هستن. ببینید مخرجا رو کنار بذاریم فعلا، خود عددها رو نگاه بکنید، سه تا سه تا با همدیگه فاصله داره. ما برای اینی که بتونیم این حاصل رو پیدا کنیم، ابتداعا باید تعداد اینا رو به دست بیاریم. خب تعداد اینا از این رابطه به دست میاد، توی یک سری از اعداد یا یک دنباله محدودی از اعداد، تعداد همیشه میشه آخرین عدد منهای اولین عدد تقسیم بر فاصله این عددها از همدیگه، که اصطلاحا بهش میگیم گام. فاصله این از همدیگه یه به علاوه یک هم داره همیشه توی رابطه. خب ما اینجا تعداد پیدا کردیم، آخرین عدد یا بزرگترین عدد 52/3 منهای اولین عدد 1/3، فاصله اینا از هم، یعنی اینا رو از هم کم بکن، 4/3 منهای 1/3 میشه 3/3 میشه 1. پس این فاصله یا گام اصطلاحاً برابر با 1 هستش، به علاوه 1. اینا رو اگر ساده بکنیم جواب برابر میشه با 17. خب حالا حاصل میخوام پیدا بکنم. برای اینکه حاصل اینها رو پیدا بکنم، یه روشی که وجود داره این هستش، این 18 تا عدد رو من میام دو تا دو تا کنار هم میذارم. یعنی چی؟ اولی و آخری رو با هم دیگه میگیرم. الان جواب اولی و آخری با هم دیگه اگه دقت کنید میشه 53/3. خب اگر دومی و یکی مونده به آخری رو با هم بگیرم، یعنی 4/3 و 49/3 رو با هم بگیرم، اینا هم باز حاصلشون برابر میشه با 53/3. و به همین ترتیب، اینی که حالا نوشتم آ به علاوه ب، منظورم این بوده که اینا یه تعداد محدودی هستش، چون بعضیا میرن خودشون رو درگیر این میکنن که پیدا کنن اون آخریا کدوم بودن، ولی اهمیتی نداره. به هر حال به همین ترتیب ادامه داره، یه آخرین پرانتزی هم هست. بچه ها چند تا پرانتزه؟ به تعدادش دقت بکنید، 18 تا عدد بود، دو تا دو تا هم با هم گرفتن، پس چند تا پرانتز میشه؟ احسن، میشه 9 تا پرانتز. هر کدوم از این پرانتز هم جواب شد 53/3. پس من 9 تا پرانتز دارم که هر کدوم از اینها حاصلش 53/3 هستش. پس 9 تا 53/3 ساده میکنیم، حاصل برابر میشه با 159. اما نمونه بعد، توی این نمونه
هر کدوم از این عددها وقتی توی یه عدد ثابت یک سوم ضرب میشه کسر بعدی ایجاد میشه. این توی یک سوم ضرب شده شده یک سوم، توی یک سوم ضرب میشه یک نهم الی آخر. ببینیم اینجا باید چی کار بکنیم. اینجا روش فرق میکنه. چرا این مثال رو دارم میزنم؟ توی عناوین درس گفتم محاسبات خاص، اینا چند تا نمونه خاص از خلاصه و تکنیکی در واقع از مسائل مربوط به عدد گویا هستش. نمونه قبل حالتایی بودش که عددها یه عدد ثابت بهشون اضافه میشه، حالا یا مثلا کم میشه. تو اینجا مواردی که یه عدد ثابت توشون ضرب میشه یا تقسیم میشه. خب برای محاسبه این ابتدا من میام این اعداد رو یه اسمی براش انتخاب میکنم، اسم رو میذارم آ. با توجه به اینی که هر کدوم از اینها توی یک سوم ضرب شده، میام یک سوم آ رو پیدا میکنم. به زبون دیگه تک تک بچه ها این یه روشه، روش رو خوب به خاطر بسپارید. ما فرصت نداریم که ریز اینو توضیح بدیم که چرا از این روش استفاده میشه، اما شما خواهید دید که چقدر ساده با این روش ما میتونیم جواب رو پیدا بکنیم. خوب دقت بکنیم. پس ابتدا اومدم عبارت هم و اسمش رو آ گذاشتم. چون اینجا در یک سوم ضرب میشن و اعداد بعدی ساخته میشه، این آ رو هم تو یک سوم ضرب میکنم. اگر تو یک پنجم ضرب میشد تو یک پنجم، اگر تو دو ضرب میشد تو دو، تو هر عددی که اینا ضرب بشن اینجا تو همون عدد ضرب میکنم. خب تک تک اینا تو یک سوم ضرب میشه، این میشه یک سوم، این میشه یک نهم، این میشه یک بیست و هفتم الی آخر. حالا اگر دقت بکنید، اگر من بیام این دوتا رو از هم کم بکنم، یعنی آ منهای یک سوم آ، این طرف هم میشه این عبارت بالا منهای عبارت پایین. دقت بکنید، یک سوم با این یک سوم خواهد رفت، یک نهم با این یک نهم خواهد رفت، کسر بعدی یک بیست و هفتمه با یک بیست و هفتم توی این منها کردنه ساده میشه، صفر میشه، خواهد رفت. پس تنها چیزی که میمونه اولین عدد این با هیچی ساده نمیشه و آخرین عدد این با هیچی ساده نمیشه. حتی این کسر با کسر قبلی این، شما اگر این رو به سه تقسیم بکنید این کسر به دست میاد، یک بر روی 6561. تمام اینا با هم ساده میشن، فقط میمونه اولین کسر منها کردیم، منهای آخرین کسر. آ منهای یک سوم آ میشه دو سوم آ برابر با، حاصل اینم برابر میشه با 19682 به 19683. پس آ برابر خواهد بود با این کسر تقسیم بر دو سوم، و یا میتونم بگم دو طرف رو در سه دوم ضرب میکنم. چون سه دوم ضرب بکنم این ساده خواهد شد و از اینجا آ به دست میاد. انتهاشو دوباره بگم، بر پیدا کردن آ یا دو طرف رو به دو سوم تقسیم میکنیم، این دو سوم ساده میشه، اینجا میشه قاعده دورها و نزدیکها، و یا اینکه دو طرف رو در سه دوم ضرب میکنید. تو سه دوم ضرب بکنید این دو سوم ساده خواهد شد، اینم وقتی تو سه دوم ضرب بشه بعد از ساده کردن مقدار آ به دست میاد. و مثال بعد، حالا اونا همه حالت جمع بود، حالت ضرب، اینو گفته ضربش رو پیدا بکنید. خب من بیام ابتدا هر کدوم از این پرانتزها رو حاصلش رو پیدا میکنم، یک دوم، دومی دو سوم، سه چهار رو تا 19 20. خب اینجا دقت بکنید، این مخرج با این صورت ساده میشه، این مخرج با این صورت ساده میشه. پس همونطور که دارید میبینید هر مخرجی با صورت بعدی ساده میشه. پس اینجا که مخرج قبلی 19 با این 19 ساده میشه. پس تنها چیزی که باقی میمونه یک از اینجا باقی میمونه و 20 هم از اینجا باقی خواهد موند. پس حاصل برابر با 1/20 میشه. بسیار خوب. ما توی این دو جلسه محاسبات مربوط به اعداد گویا و نکات مربوط به اون رو خدمتتون عرض کردیم. مجدد میگم چون توی این جلسه ما